دوستان عزیز به جلسه چهارم دوره کارآفرینی خوش آمدید. در این برنامه می خواهیم راجع به عمر محصولات صحبت بکنیم. محصولات معمولاً یه عمری دارن، از زمانی که ایده وارد بازار میشه، از زمانی که ما بازاریابی رو شروع میکنیم تا زمانی که این محصول دیگه عمر خودش رو کرده و از بازار خارج میشه. اسلاید بعدی یک مقدمه هست در رابطه با همین عمر محصول و بعد از این مقدمه من پای تخته سفید نموداری از عمر یک محصول رو میکشم براتون و قسمت‌های مختلف این محصول رو معرفی میکنیم. از لحاظ عرض کنم که فروش محصول و همچنین سود و همچنین هزینه. فرمولی داریم برای سود و سود معمولا مساوی هست با فروش منهای هزینه. این است که در این نمودار ما با هر سه آشنایی پیدا می کنیم که عمر محصول در رابطه با این سه موضوع به چه صورت خواهند بود. این است که با اجازتون اسلاید بعدی رو من خدمتون معرفی میکنم که از همینجا شروع بکنیم. این چرخه عمر یک محصول هست، معمولا با توسعه شروع میشه. توسعه اینجا معمولا قبل از اینه که محصول، کالا و یا خدمات وارد بازار بشوند و این در رابطه با بازاریابی هست، در رابطه با این هست که ما آیا شکاف کار رو در بازار پیدا کردیم و یا نه، و اگر شکاف کار رو پیدا کردیم آیا وسایلش رو برای پر کردن اون شکاف در دست داریم و یا راجع به اون فکرش رو کردیم و یا نه. اینها همه قبل از اینکه محصول وارد بازار بشه باید اتفاق بیفته. در این نمودار کلمه انگلیسی که به کار رفته هست product development که همون منظور توسعه هست. در توسعه بازاریابی یکی از مهمترین بخش‌های محصول هست قبل از اینکه محصول وارد بازار بشه. و توجه داشته باشیم که این بازاریابی رو ما به دو روش میتونیم انجام بدیم. یکی از طریق تحقیقات اولیه هست، یعنی تحقیقاتی که در رابطه با محصول خود ماست، در رابطه با کسب و کار خود ماست، تحقیقات رو انجام میدیم، آمار و داده ها و اطلاعات رو در رابطه با ایده خودمون، در رابطه با اینکه آیا این کاری که میخوایم بکنیم آیا بازار داره نداره، رقیب داریم نداریم، قوانین دولتی به چه صورت هست، همه اینها رو در رابطه با تحقیقات اولیه انجام میدیم. معمولا تحقیقات اولیه یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره. از خوبیاش اینه که این تحقیقات اولیه فقط در رابطه با محصول خود ماست، یعنی سایرین انجام ندادن، خود ما این تحقیقات رو انجام دادیم. ولی در این حال گرون در میاد و زمان میبره و این هست که خیلی از کسب و کارها از تحقیقات ثانویه استفاده میکنن، یعنی تحقیقاتی که سایرین انجام دادن و بازاریابی کردن و اطلاعات رو به دست آوردن و اون اطلاعات در دسترس همگان قرار گرفته. ما اگر به آنلاین توجه بکنیم، نگاهی بکنیم، خیلی از این اطلاعاتی رو که سایرین انجام دادن میتونیم دریافت بکنیم. از خوبی های این تحقیقات ثانویه اینه که خرجی نداره، در آنلاین هست، میتونیم دریافت بکنیم و همچنین زمانی هم نمیبره. از بدیاش اینه که
این تحقیقاتی که سایرین انجام دادن در رابطه با کسب و کار خودشون و محصولات خودشون هست. این است که ممکنه به درد ما نخوره و در این مورد باید حواسمون جمع باشه که آیا این تحقیقات و اطلاعات ثانویه آیا به درد کاری که ما میخوایم بکنیم و ایده‌ای که ما داریم میخوره یا نه. به هر حال همه اینها قبل از اینکه محصول وارد بازار بشه اتفاق میفته. ایده ما، شکاف بازار، وسایلی که لازم داریم، بازاریابی، اولیه، ثانویه، مشورت با عرض کنم سایرین، آیا سرمایه گذاری به اندازه کافی شده؟ آیا سرمایه دارانی داریم که بخواهن به ما کمک بکنن؟ از جمله بانک و یا دوستان و خانواده؟ اینها باید همه قبل از در همین قسمت پروداکت دیولوپمنت و یا توسعه اتفاق بیفته. بعد از اون این محصول وارد بازار میشه و مراحل خودش رو طی میکنه و این مراحل رو بنده میخوام اینجا پای تخت سفید براتون بکشم و ببینیم به چه صورت هست. ولی قسمت های بعدی هست: معرفی، اینتروداکشن، رشد، گروت، بلوغ، مچوریتی و افول، یعنی دیکلاین، که دیگه این محصول عرض کنم عمر خودشو کرده و دیگه کم کم باید از بازار خارج بشه. عزیزان من میرم پای تخت سفید، ولی اگر سوالی هست در همینجا مطرح بکنید. تصاویر شما رو نمی بینن ولی شما هر موقع خواستید وارد بشید و سوال بکنید. این است که من الان دیگه استاپ شیر می کنم تا بتونیم پای تخته همدیگر رو ببینیم. خب امیدوارم که تخته سفید رو همه میبینید. بله میبینید همه؟ بله. خیلی خب. بله. پس من با اجازهتون این نمودار رو میکشم اینجا. این نمودار یک عرض کنم خط عمودی داره که این رو در رابطه با فروش و همچنین برای سود در نظر میگیریم. فروش و سود. این خط افقی رو در رابطه با زمان، مدت زمانی که این محصول مراحل خودش رو طی میکنه. با اجازهتون من در این منحنی الان فقط راجع به فروش صحبت میکنم و بعد در منحنی دیگری نگاه میکنیم ببینیم که عرض کنم که سود به چه صورته و این فرمول سود که مساوی هست با فروش منهای عرض کنم هزینه، اونو در نظر میگیریم ببینیم در کجای این نمودار میتونیم هر سه اینها رو نگاه بکنیم. ولی فعلا در این نمودار فقط راجع به فروش صحبت میکنیم. این فروش رو منحنیش معمولاً به این صورته، یعنی از زمانی هست که محصول اینجا وارد بازار میشه و به این صورت ادامه پیدا میکنه. این فروش ماست. ترجمه میکنید؟ حالا همونطور که خدمتون عرض کردم محصول اینجا وارد بازار میشه ولی تحقیقات و یا توسعه قبلا اتفاق افتاده و لذا این خطوط رو بنده یه مقدار ادامهش میدم به قبل و اینجا همون موضوع توسعه هست. این توسعه هست که راجع به توسعه صحبت کردیم و همه قبل از اون اتفاق میافته. اینجا رو من با عزتون میذارم شماره یک. شماره یک توسعه. مراحل دیگر رو با شماره نشون میدم و اسامیشون هم می‌نویسیم و
و بنابراین اینجا بود، بذاریم این قسمت رو شماره یک، ببخشید شماره دو، شماره دو و شماره دو بود معرفه. بعد اینجا میذاریم شماره سه، شماره سه و شماره سه بود رشد. و اینجا رو میذاریم شماره چهار و شماره چهار بود بلوغ. و اینجا رو میذاریم شماره پنج و شماره پنج بود افول. اینا قسمت های مختلف این فروش هستن: معرفه، introduction، رشد، growth، بلوغ، maturity و افول، decline، که حالا راجع به اون صحبت میکنیم. فقط راجع به فروش ما اینجا صحبت میکنیم، ببینیم به چه صورته. در قسمت معرفه ما فروشمون به اون اندازه نخواهد بود. فروش داریم ولی ممکنه که با مشکل در اینجا روبرو بشیم. چالش هایی در اینجا وجود داره. اولا این محصول ما را هنوز بازار نشناخته، مخصوصا اگر این محصول نو باشه، محصولیه که برای اولین بار وارد بازار میشه که هنوز بازار نشناخته. اگرم محصول ما برای اولین بار وارد بازار نمیشه، یعنی محصولیه که سایرین داشتن و مشتریان به اون عادت کردن، به کسب و کارهای دیگه عادت کردن. این است که این فروش ما در این مرحله با یه مقدار چالش روبرو میشه. در همین مرحله معرفه ما هزینه‌مون هم بالاست. حالا ممکنه که ما کارگر استخدام بکنیم که هزینه داره. این کارگران ممکنه که کارآموزی احتیاج داشته باشن، هزینه داره. اگر جا کرایه کرده باشیم که بازم یه هزینه است. مالیات باید بدیم، یه هزینه است. رقیب داریم در همینجا، اونم یه چالش دیگریه که ما با چطور میتونیم با این رقیب عرض کنم که کار بکنیم و تو بازار باقی بمونیم. این است که در این قسمت معرفه ما چالش هایی خواهیم داشت. و این طور خدمتتون عرض کنم عزیزان که 80% کسب و کارهایی که وارد بازار میشن همینجا از بازار خارج میشن. یعنی فقط 20% از کسب و کارها هستن که وارد مرحله رشد میشن. و حالا آیا شما عزیزان بین در این قسمت معرفه جزء اون 20% هستید یا جزء 80%؟ امیدوارم که جزء اون 20% باشید و این دوره کارآفرینی به شما کمک کرده باشه که اینجا باقی بمونید و وارد مراحل دیگه بشید. به هر حال این دوره معرفه است. هر موقع سوال بود عزیزان وارد بشید و سوال بکنید که همینجا بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. خب سوالی نیست. ما توی این 20% هستیم و وارد مرحله رشد میشیم. در مرحله رشد عزیزان اینجا همینطور که منحنی را میبینید سریع داره میره بالا. یعنی در اینجا ما شروع میکنیم عرض کنم سود کسب کردن. اینجا در مرحله معرفه چقدر سود ما خواهیم داشت بستگی به خیلی از عوامل داره که حالا بعداً این منحنی سود رو که براتون بکشم میبینیم که به چه اندازه هست سودمون. ولی در اینجا در قسمت رشد ما بعضی از اون هزینه هایی رو که در قسمت معرفه داشتیم دیگه نداریم. اولا محصولمون شناخته شده است در بازار و مشتری کسب کردیم، مشتری جذب شده به کسب و کار ما. اگر کارگرانی استخدام کردیم
دیگه دوره کارآموزیشون اینجا تموم شده، احتیاجی به هزینه کارآموزی نداریم اینجا. خیلی از هزینه های دیگه هم دیگه اینجا جا افتاده، دیگه میدونیم اون هزینه ها وجود داشته که وارد این مرحله شدیم. اگر در این مرحله هزینه‌مون بالاتر از فروشمون بوده، یعنی ضرر داشتیم و احتمالاً از بازارم خارج شدیم. ولی اگر رسیدیم به قسمت رشد، یعنی دیگه دوام آوردیم، یعنی اون هزینه ها همه جا افتاده و قبولش کردیم، ولذا در قسمت رشد ما سود خواهیم داشت. یه مسئله رو که اینجا باید خدمتون عرض بکنم اینه که در قسمت رشد چون ما سود زیادی داریم، پیشنهاد بنده اینه که یک مقدار از این سود رو در یک حسابی پسندازش بکنید. حالا علتش رو بعداً براتون میگم. خب از مرحله رشد وارد مرحله بلوغ میشیم اینجا. مرحله بلوغ اگه منحنی رو نگاه بکنید، دیگه اون حالت رشد سریعش رو از دست داده. چرا؟ برای اینکه این محصولی که ما داشتیم سودآور بوده و هر محصولی که در بازار سودآور باشه باید انتظارش رو داشته باشیم که رقبا وارد بازار میشن و همین محصول رو تولید میکنن. لذا در اینجا ما اولین چالشی که داریم، رقبا وارد میشن، همین محصول رو عرضه بازار میکنن، شاید با کیفیت بهتر، شاید با قیمت پایین‌تر و شاید با آگهی‌های تجارتی بهتر. در ضمن همینجا فراموش کردم بگم که در قسمت معرفه یکی از هزینه‌های بالا اون همین آگهی‌های تجارتیه. هزینه‌ش هم بالاست. لذا اینجا می‌بینیم که فروش ما داره کاهش پیدا می‌کنه. ولی هنوز ضرر نمی‌کنه. هنوز ضرر نمی‌کنیم، یعنی ما هنوز مشتریای خودمون رو داریم، سودم داریم، ولی سودمون داره کاهش پیدا می‌کنه. یکی از کارهایی رو که بعضی از سازمان‌های تجاری می‌کنن در اینجا یه تغییراتی در محصول خودشون میدن، یه رنگ و رویش رو عوض می‌کنن، یه چیزی بهش اضافه می‌کنن، یه چیزی کم می‌کنن. توجه می‌کنید نوع تکنولوژی رو عوض میکنن که کیفیت این محصول ما بهتر بشه. آگهی‌های تجارتی جذاب به وجود میارن. ترجمه میکنید برای اینجا ما هنوز میخوایم در بازار باشیم، برای زحمت کشیدیم و تا اینجا اومدیم و نمیخوایم که زود بریم پایین، میخوایم این بالا باشیم. توجه میکنید چه مدت ما این بالا خواهیم بود بستگی داره که چه نوع تغییراتی ما میخواییم به این محصولمون بدیم که در اونجا بیشتر بمونیم. به جای مثلا یک سال اگر محصولمون خوب کار میکنه میخواییم 5 سال بمونیم، چرا که نه. یه مثالی براتون بزنم، مثلا شما میخوایید بالای کوهنوردی میخوایید بکنید، وقتی میرسید به بالای قله کوه چقدر میخواید اونجا بمونید؟ اگر 2-3 ساعت میخواید بمونید به اون صورت وسایل لازم ندارید، ولی اگر 2-3 روز میخواید بمونید باید وسایل کافی داشته باشید که در اون قله کوه بخواید چند روز در اونجا باشید. اینجا به همین صورته. اگر ما میخواییم مدت کوتاهی این بالا باشیم، احتیاجی به تغییرات نداره، احتیاجی هم نیست که هزینه زیاد صرف کنیم که اون بالا بمونیم. اگه قصدمونه فقط زود بیان پایین، ولی اگر قصدمونه که اون بالا بمونیم باید یه تغییراتی بدیم که بعضیاشو خدمتتون عرض کردم. خب بعد از این بلوغ، یکی دیگه از خصوصیات بلوغ که میبینیم میاد پایین اینه که این کلمه mature و یا maturation
و یا بلوغ اینه که این محصول دیگه در بازار جا افتاده و همه دارن و مشتری که این محصول رو داره دیگه نمیخواد بخره، مگر اینکه یک تغییراتی درش شده باشه که بخره. شما تلویزیون ها رو نگاه کنید الان، از اون تلویزیون های قدیمی که خیلی هیکلمند بودن حالا به تلویزیون های میگن کاغذی، انقدر نازک شده. و این سازمان های و این کمپانی های ارز کنم تلویزیون هر چند سال مدل تلویزیون رو عوض میکنن که مردم بخرن. یه تلویزیون دارن و یکی دیگه میاد بازار اونم میخره. این است که تو هر منزلی چند تا تلویزیون هست، تو هر منزلی چند تا کامپیوتر هست، تو هر منزلی چند تا تلفن همراه هست. توجه میکنید یک تغییراتی در این محصولات میدن که این باقی بمونه. ممکنه که این محصول از بازار بره بیرون، ولی کسب و کار باید باقی باشه. این است که کسب و کار باید محصولات جدید، ایده های جدید وارد بازار بکنه که اینجا باقی بمونه. ولی وقتی دیگه این محصول دیگه همه داشتن و دیگه صرف نمی کرد، این میبینید که کم کم به زمان افول خودش میرسه، یعنی دیگه عمرشو کرده و دیگه عرض کنم از بازار کم کم داره خارج میشه. ولی دوستان عزیز در همینجا یکی دو نکته رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که خیلی از مشتریانی که اینجا ما داشتیم و بعضی از این مشتریان دیگه مشتریان وفادار شدن به ما، میگیم لویال کاستومرز، یعنی مشتریانی ما اینجا به وجود آوردیم که دیگه وفادار هستن به ما. این مشتریان وفادار به این محصول ما عادت کردن و حتی در اینجا از اون جنس میخرن. حالا بعضی از سازمان تجاری این محصولی که میاد اینجا حتی با ضرر میفروشن. چرا؟ برای اینکه اون مشتری که میاد این محصول رو میخره ممکنه یه مقدار کسب و کار ضرر میبینه، ولی این مشتری 10 تا جنس دیگه میخره از همون فروشگاه. ممکنه شما در یک جنس اینجا ضرر بکنید، ولی مشتری چندین جنس دیگه هم میخره و شما میتونید رو اونها استفاده بکنید، چون این مشتری به شما عادت کرده، به کسب و کار شما عادت کرده، به شما وفاداره و برمیگرده. این است که بد نیست که در همین جا شما اون محصول رو برای یه مدتی نگرش دارید، ولی دیگه زمانی میرسه که دیگه هزینه خیلی بالاست و مشتری کمه و ضرر میکنید و اینا، دیگه این مشتری عمرشو کرده، دیگه باید کم کم خدافظی کنه و از بازار بره بیرون. این داستان فروش این محصول هست که تا اینجا براتون گفتم. حالا اگر سوالی هست بفرمایید در هر کدوم از این قسمت‌ها که این قسمت فروش رو انجام بدیم و بعد من منحنی عرض کنم سودم می‌کشیم و ببینیم که سودمون چه مقداره اینجا و هزینه‌مون به چه صورته. ببخشید آقای بدی، در مورد قسمت اول و دوم اگه میشه در مورد بازاریابی قبل از تولید و توسعه مشتریان، خب موقع معرفی میشه فکر میکنم، اگه میشه در این موردم یه توضیح بدین خیلی ممنون. در رابطه با بازاریابی و پیدا کردن مشتری قبل از این، یعنی در این قسمت، خب آره فکر کنم بازاریابی میشه تو قسمت توسعه اگه درست بگم، و خب پیدا کردن مشتریان جدید فکر می‌کنم توی معرفی و رشد میشه. خیلی خیلی سوالتون خوبه، خیلی خیلی اینو باید میگفتم، سوال خیلی خوبیه.
ببینید عزیزان، این محصول حالا هر چی که هست درسته که اینجا وارد شده، ولی از قبل تحقیقاتش شروع شده، یعنی از اینجا شروع شده. من این مثالی که براتون بزنم، شباهت هایی که انسان با یک محصول داره. انسان هم وقتی نوزاد در اینجا متولد میشه، از چندین ماه قبلش، 9 ماه قبلش این آغاز شده، و بعد این نوزاد اینجا متولد میشه، معرفی میشه، رشد میکنه، به بلوغ میرسه، به افول میرسه، و بعد خلاصه بعد از 100-120 سال دیگه این دنیا رو ترک میکنه. در تمام این مدت پدر مادر مواظب این بچه هستن، نه اینکه فقط این بچه به دنیا بیاد و دیگه ولش کنن. توجه میکنید اجناس و محصولات هم به این صورت هن. درسته که این محصول اینجا شروع شده، حالا این بازاریابی هم حالا بستگی داره به نوع محصول، ممکنه بازاریابی چند روز طول کشیده باشه، ممکنه چند ماه، بعضی از محصولات چند سال طول میکشن. در همینجا حساب بکنه چه مقدار سازمان تجاری باید هزینه بده تا این محصول اینجا بازاریابی خودش رو شروع کنه. توجه میکنه این است که این بازاریابی عزیزان فقط اینجا نیست، در تمام این مراحل این بازاریابی باید باشه، ولی بازاریابی در مراحل مختلف فرق میکنه. بازاریابی در اینجا به نوعی دیگه است، برای اینکه تازه محصول معرفی میشده و اطلاعاتی که شما به بازار میدید، به مشتری میدید، در اینجا فرق میکنه با اطلاعاتی که اینجا. اطلاعات همون بازاریابی دیگه، ما در بازاریابی داریم به مشتری، داریم به مردم میگیم که این محصول ما چیه، که ما کی هستیم. این هدف بازاریابیه، و لذا در اینجا ما خودمون رو و محصولمون رو به یک صورت دیگری معرفی میکنیم. در اینجا به یک صورت دیگه، در بلوغ به یک صورت دیگه، و بالاخره در افول به یک صورت دیگه. بازاریابی در تمام قسمت ها ادامه داره. یک داستانی بگم براتون در رابطه با این مرحله بلوغ. یکی از این کمپانی های عرض کنم که نوشابه های غیر الکلی، نمیدونم پپسی بود یا کوکاکولا بود، خاطرم نیست، و نزدیک عرض کنم این بازی های فوتبال جام جهانی هم بود، اینا اومدن 11 نفر از بهترین فوتبالیستای جهان رو آوردن در یک آگهی تجارتی نیم دقیقه، 30 ثانیه، نزدیک به 5 میلیون دلار خرج کردن برای این 30 ثانیه، برای اینکه 11 نفر معروفترین، محبوبترین فوتبالیستای جهان بودن. 5 میلیون دلار خرج همین 30 ثانیه کردن، ولی فروش اون نوشابه چندین برابر رفت بالا. ترجمه میکنید؟ و این در این زمانه. چرا؟ اینجا در زمان بلوغ، برای اینکه رقیب داشته، حالا یا پپسی بود یا کوکاکولا، خطرم نیست، به هر حال رقبای هم هستن این دوتا، رقیب، رقبای سرسخت، و یکیشون اومد یه همچی کاری کرد، 30 ثانیه آگهی های تجارتی و کلی خرج کرد، ولی فروشش رفت بالا. لذا سوالتون خیلی عالی بود، این بازاریابی و تغییرات در محصول باید در سر تا سر این محصول به خاطرمون باشه، و البته چه نوع بازاریابی و چه مقدار میخوایم هزینه بکنیم دیگه بستگی داره به نوع محصول و بستگی داره به
ارز کنم مدیریت کار شما. سوالتون پاسخ داده شد؟ بله بله خیلی ممنون، دستتون در نکنه. سوال دیگه؟ خیلی خوب. حالا با اجازهتون من اینو پاک میکنم اینجا و دو موضوع دیگری رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. همون منحنی رو میکشم اینجا، همون منحنی فروشه. براتون گفتم که در اینجا در قسمت رشد که ما اینجا بودیم، این بود رشد، یعنی در این قسمت رشد ما دیگه سود زیادی کسب میکنیم و پیشنهاد کردم خدمتتون که یه مقدار از این سود رو پسنداز بکنید. چرا؟ برای اینکه همون کاری رو که اینجا در زمان بازاریابی انجام دادید و حالا دارید پیشبینی میکنید که این محصول بالاخره از بازار خارج میشه. این مدیریت پیشبینی کار ساده ای نیست. کارفرمایانی که مخصوصا مهارت خوب دارن، تجربه خوب دارن در بازار، میتونن پیشبینی بکنن که این محصول تا چه زمانی در بازار باقی میمونه. کسانی که تازه وارد بازار میشن ممکنه این براشون یه مقدار مشکل باشه، ولی حتی اگر اون مشکل بود با سازمان هایی که کارشون اینه میشه مشورت کرد و پیش بینی کرد که این محصول تا چه زمانی در بازار باقی میمونه. به هر حال در اینجا که شما حالا یک مقدار سود دارید، شروع کنید به بازاریابی برای محصول بعدی. ترجمه میکنید؟ حالا این محصول رو اگر من بذارم محصول A، محصول بعدیمون به همون صورت خواهد بود. یعنی شما دوباره اینجا یه بازاریابی کردی، دوباره معرفه، رشد و اینجا بلوغ و اونم میره پایین و این میشه محصول شماره بیمون. و در اینجا هم شما دوباره یه قسمت رشد دارید. در اون قسمت هم شما یه مقدار پسنداز کنید، یه مقدار سرمایه‌تون رو نگه دارید برای بازاریابی بعدی و یک محصول دیگه وارد بازار میکنید. ولذا اگر محصول A از بازار خارج بشه، کسب و کار شما از بازار خارج نمیشه، هنوز هست. محصول B اونم از بازار خارج میشه، شما خودتون هستید. محصول C، محصول D و ادامه پیدا میکنه. برای همینی که بعضی از سازمان تجاری میبینید که چند محصوله هستن، محصولات مهم دارن. یکی از محصول از بازار خارج میشه، دیگری هست و دیگری هست و به همین صورت. این است که کسب و کار سازمان تجاری در بازار باقی میمونه، محصولات یکی یکی خارج میشن. برای همینه که این سرمایه گذاری در اینجا خیلی مهمه. در این مورد اگر سوالی هست بفرمایید. خب حالا میریم سراغ باز همین یک نمودار دیگه و اینم براتون بکشم. در اینجا دوستان عزیز میخواهیم سود رو هم وارد این نمودار بکنیم و لذا از همینجا من شروع میکنم. باز همون این فروشمونه که قسمت های مختلفش رو دیگه میدونید. بازم قسمت های مختلف رو میکشم. این بود شماره 2، این بود شماره 3، این بود شماره 4 و این هم شماره 5 و این هم بود شماره 1. حالا میخواییم ببینیم سودمون به چه صورته. من اگه اینا رو بیارم پایین تر، خب این سودمون رو ما اگر
از ارز کنم اینجا بود رشد، از اینجا این سودمونه. چرا من به این صورت کشیدم؟ برای اینکه این سودمون در اینجا در قسمت شماره یک، شماره یک چی بود؟ توسعه. در اینجا اصلا فروشی وجود نداره. در قسمت توسعه، در قسمت شماره یک ما هنوز محصولمون حتی وارد بازارم نشده، همش باید هزینه بدیم، هزینه بازاریابی، هزینه این که شکاف بازار رو پیدا بکنیم، هزینه این که آیا اصلا ایده ما کار میکنه یا نمیکنه، هزینه این که چه وسایلی رو به دست بیاریم، همش هزینه است اینجا، اصلا سودی نداریم. ولذا اینجا سودمون منفیه. اینجاست که افرادی که برای اولین بار وارد بازار میشن باید حساب اینجا رو کرده باشن، که البته بستگی داره که چه مدت طول میکشه. برای این مدت باید هزینه بدن. این ریسک بازاره. اگر ریسک پذیر هستید اینو اینجا بمونید. توجه میکنید از بازار نترسید. اگه ایدهتون خوبه، بازاریابیتون خوبه، مطمئن باشید که کارتون میگیره. فوری از بازار خارج نشید. به خودتون اطمینان داشته باشید. اعتماد نفس داشته باشید که کارتون میگیره. توجه میکنید ولی باید از جیب بدید اینجا. هزینه داره. سود هنوز ندارید. حتی در قسمت دو نگاه کنید، بازم این خط پایینه. اون خط افقیه. یعنی درسته که سودمون داره کم 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 میشه، زیاد میشه، هزینه‌مون داره کم میشه کم کم، ولی سودمون داره زیاد میشه، ولی هنوزم هزینه بالاست در شماره دو، به علت همه اون چیزایی که گفتم برای شماره دو. ترجمه کنید، ولی هنوز سود یه ذره دیگه کم کم داره میره بالا. به رشد که میرسیم نگاه کنید دیگه سودمون دیگه داره زیاد میشه. خاطرتون هست گفتم در قسمت رشد اینجا دیگه ما شروع میکنیم سود کسب کردن. بلزا در قسمت رشد میبینیم که سودمون دیگه داره زیاد میشه. حالا چقدر زیاد میشه دیگه بستگی داره به محصول و اینا خیلی چیزای دیگه، ولی دیگه از ضرر اومدیم بیرون، افتادیم در کسب سود. و اینجا میفتیم دیگه به مچور، به قسمت بلوغ. میبینید که هنوز سود داریم ولی سودمون داره کم میشه. چرا؟ به علت همون عواملی که گفتم در زمان بلوغ هست. رقیب وارد میشه و مقداری از سود ما رو اونا میگیرن. اینجا محصول ما یک محصول محبوب بوده و همه سود اومده تو دست ما. حالا که رقیب فهمیده وارد بازار شده و همون محصول رو داره تولید میکنه، یعنی یه مقدار از سود ما دیگه میره به دست رقبا و سودمون کم 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 میشه. و این داستانه. و نگاه کنید حالا به هزینه مون. تمام این فاصله بین اینجا تا اینجا هزینه است. من با یه علامت دیگه بکشم، اینا همه هزینه است. توجه میکنید؟ هزینه است. اینا همه هزینه است ولی سودمون اینه. ولذا سودمون مساوی هست با فروش منهای هزینه و به ما سود میده. هرچی که فروشمون بالاتر باشه، مخصوصا در قسمت رشد، میبینیم که سودمونم بالاتره. و این داستان محصولات هست. همه محصولات حالا کم و بیش و به صورتهای مختلف این عوامل رو درشون میبینیم. کاری که شما عزیزان باید بکنید اون چهار موضوعی هست که در یکی از عرض کنم بخش ها خدمتتون عرض کردم، که شما چه چیزی میخواید تولید بکنید،
مدیریتتون به چه صورته، بازاریابیتون به چه صورته و امور مالی رو به چه صورت مدیریت میکنید. اینها مسائلی هست که حتی اگر شما یک کسب و کار کوچیک هم داشته باشید این چهار موضوع درش هست، یک کسب و کار بزرگ هم داشته باشید باز این عرض کنم که چهار موضوع درش دیده میشه. اگر سوالی هست باز بفرمایید که در خدمتون باشم. خب خیلی ممنون از توجهتون در این قسمت و من استاپ شیر بکنم که ببخشید.